خب به نام خدا، در ادامه در واقع بحث در خصوص آنالیز حقیقی می‌رسیم که در واقع خود اندازه رو در واقع در حالت کلی رو یک مجموعه دلخواه تعریف کنیم. مقدمه در خصوص این موضوع مثل توپولوژی و فضاهای متری توابعی وسط رو مطرح کردیم که تو مثال‌ها تو بحث‌های مختلف مخصوصا تو اندازه برول که ارتباط مستقیم بین اندازه پذیری، مجموعه اندازه پذیر برول و مجموعه های باز یا توپولوژی ایجاد میکنه مشخص کنیم که بعدا هم رابطه بین توابع پیوست و اندازه پذیر ایجاد میکنه. قبل از همین رو برگردیم به ساختار اندازه. در اواخر قرن 19 هم هست که در واقع حساب دیفرانسیل که رشد خودش داره تکمیل میکنه و داره به قسمت های اصلی کار مسلط میشه، متوجه شدن یادانه که فضای توابع پیوست حقیقی و توابع انتقال پذیر ریمان پاسخگوی نیازهای علمی نیست. در بعضی از مدل سازی ها واقعا کم میاره. به این منظور دنبال یک مفهوم جدید و یک دسته جدیدی از توابع بودن. در این راستا مشخص بعد از بررسی های لازم که مجدد باید یک مفهوم رو در زیر مجموعه های فضای RN معرفی کنه، یک مفهوم جدیدی که در واقع میتونه تعمیم طول، تعمیم مساحت و تعمیم حجم باشه، یک مفهوم کلی برای مجموعه ها. این اولین بار در محک لوبک دیده شد. وقتی شما انتقال پذیر ریمان رو بررسی کردین، ما میگفتیم که اگر تابعه از بازی آمودی به توی R پیوسته باشه، پیوسته باشن، آنگاه انتقال پذیره. آنگاه F انتقال پذیر ریمان، ریمان انتگریبل فانکشن رو بازی آمودی هستش. اما عکس این مطلب درست نیست، عکس برقرار نیست. این تابعه انتقال پذیر ریمان لزوماً پیوسته نیستن. خب سوال مطرح شده که F متعلق به R آوبی باشه، یعنی ریمان اینتگریبل فانکشن باشه، اونگاه در مورد دیسکانتینیوس پوینت های F چه میشود گفت؟ خب میدونیم که توهی نیست. مثال هایی داریم و توابع انتگرال پذیر ریمان که ناپیوسته هم مثل براکت، حتی نامتناهی هم مثل تابع FX مثلا با یک انوم در عدد گویایی که انوم هستن مثلا به هم اولا و صفر بره عدد اصلا. این تجربه نقاط ناپیوستگیش نامتناهیه. حتی ناشمارا مثل توابعی که رو کانتور برابر با صفر هن، روی غیر کانتور برابر با یک هن، تو بازی صفر روی که اینم رو کانتور ناپیوسته میشن، کانتور ها ناشمارا هست. پس بنابراین اینکه دی اف چه باشد در واقع یک مسئله جالب رو مطرح کرد که محک لوبک ایجاد شد و بعدها محک لوبک به این فرد به ایجاد مطرح میشه که دی اف در واقع از اندازه صفر، از اندازه صفر اگر و تنها اگر F انتقال پذیر چی باشه؟ ریمان باشه. اندازه پذیری صفر یه جورایی میگه که DF در واقع زیر مجموعه اجتماع شمارش پذیری از بازه ها قرار بگیره، N از N از یک تا بی نهایت، به طوری که طول بازه ها مجموعشون N از یک تا بی نهایت از هر اپسیلون کوچکتر باشه. یعنی به ازای هر اپسیلون مثبت خانواده شمارش پذیری از بازه ها باشن که اجتماعشون دی اف رو بپوشونه و طول از اپسیلون کوچکتر بشه. این مفهوم در واقع اندازه رو به وجود آورد که ما تا اون موقع شاید طول رو برای بازه ها تعریف میکردیم، بعد یه دفعه اندازه رو برای مجموعه دیگه هم معرفی کردیم. شباهتاً بگیم طولشون برابر با صفر، بعد مثلا تک نقطه اندازش شد صفر، مجموعه شمارش پذیری شد صفر، مجموعه ناشمارای کانتور در واقع اندازش شد صفر. این در واقع یک بحث جدیدی رو به وجود آورد. خب نظری مجموعه ها در واقع اندازه ها با کارای آقای بورل در 1800 در واقع خورده ای شروع میشه، 1898 در واقع شروع میشه و میاد روی زیر مجموعه آر در واقع مفهوم رو معرفی، مجموعه بورل رو معرفی میکنه. بعد آقای لوبک میاد در واقع نزدیک 4-5 سال بعدش 1902 اندازه لوبک رو معرفی میکنه که این در واقع یکی از بهترین تعمیم ها و نگاه ها به اندازه بود که روی آر معرفی میشه. بعد هم آقای کاراتودوری نظریه کلی تری در خصوص اندازه و اندازه پذیری معرفی میکنه. در این سیری که ما داریم جلو میریم برای معرفی یک اندازه، اولا من این کار میخوام انجام بدم، میخوام به اگر x مجموعه باشه و آن زیر مجموعه x باشد در واقع یه تابع تعریف کنم از px
به توی صفر و بی‌نهایت، درسته؟ که به هر x در قاضی مجموع x یک عدد مثبت توسعه یافته، یعنی تو بی‌نهایت هم میتونه باشه، نسبت بدم که بعد بگم اندازه. اولین سوالی که مطرح میشه وقتی میو به عنوان اندازه میخواد معرفی بشه، مثلا فرض کن چون تعمیم مساحته، مساحت رو در نظر بگیر. در مثلا شما مساحت مستطیل رو بلدی، درسته؟ بعد مساحت میگه چی مربع مستطیل مثلث رو حساب میکنی، بعد مساحت مثلا زوزنقه رو حساب میکنی به این ویدیو، یا لوزون این حرفا. سوال، آیا تمام اشکال مساحت دارن؟ یعنی یه سوال مطرح میشه، مساحت پذیر هستن یا نیستن؟ پس اگه من مجموعه همه مستطیل ها رو توی یک مجموعه بذارم روی تنگیر مثلا، خب اینو بگیرم آر همه مستطیل های در آردو در واقع آردو اختیار کنم، خب اینا میشن واحد اندازه‌گیری مساحت. بهش بگم چی؟ واحد اندازه‌گیری مساحت. خب چرا؟ چون هر